در 42 سالگرد انقلاب اسلامی ایران، چالش‌های امنیتی پیش روی این حکومت از همیشه بیشتر است. در فاصله چند ماه، مهمترین چهره نظامیش کشته شده، سایت هسته‌ایش منفجر شده و مهمترین چهره برنامه نظامی هسته‌ایش هم ترور شده. همه اینها در حالی است که به گفته وزیر اطلاعات، امنیتی‌ها در حوزه‌های متفاوت و متنوعی حضور دارند و کنشگران مدنی و اقلیت‌ها هم حس می‌کنند که هر نوع فعالیتی می‌تواند امنیتی دیده و با آن به شدت برخورد شود. آیا امنیتی شدن همه جوانب زندگی در جمهوری اسلامی کار دست نهادهای امنیتی و به تبع آنها جمهوری اسلامی داده؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم و به شما در صفحه 2 آخر هفته خوش آمد میگم. هفته‌نامه جویش کرونیکل جزئیاتی تازه از چگونگی ترور محسن فخری‌زاده، مسئول برنامه هسته‌ای نظامی ایران منتشر کرده که جالب توجه است. هیچگاه مقامی رسما در اسرائیل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را تایید نکرده، اما این مقاله به صراحت اعلام می‌کند که محسن فخری‌زاده توسط موساد ترور شده و این کار فاصله زمانی رسیدن به بمب در برنامه هسته‌ای ایران را از چند ماه به دست کم 2 سال و دست بالا 5 سال افزایش داده. در این مقاله به دزدیدن آرشیو برنامه هسته‌ای ایران در سال 2018 به عنوان نقطه شروع داستان اشاره کرده و گفته که موساد با مرور این اسناد به نام آقای فخری‌زاده رسید و فهمید که او مهمترین چهره نظامی برنامه هسته‌ای ایران است. ضمناً به انفجار در سایت نتنز هم به عنوان دستاورد دیگری اشاره می‌کند، همینطور به ترورهای دیگری که آن را ترور برخی افراد القاعده در ایران می‌خواند. این مقاله همراه شده با 2 تحلیل دیگر از نورمن رول، مأمور سابق سیا که برای 9 سال بین سالهای 1388 تا 1397 مسئول فعالیت‌های ایران بوده، و جیکوب نایجل، جانشین مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو، که هر دو درباره میزان اشراف موساد بر برنامه هسته‌ای ایران نوشتند. جیک والیس سیمونز، نویسنده مقاله در جویش کرونیکل، از لندن با ما است. امیدوارم ارتباط ما برقرار شده باشه. سلام آقای سیمونز. من اول می‌خواستم از شما بپرسم که چطور شد نشریه شما به سراغ این داستان رفت؟ نشریه شما معمولاً نشریه سیاسی به اون شکل نبوده. هفته‌نامه جویش کرونیکل قدیمی ترین نشریه یهودی هست. معمولاً تمرکز ما داستان‌های هستند که مربوط هست به یهودی‌های ساکن بریتانیا، چون مقاله ما در لندن مستقر شده و دغدغه‌اش بیشتر مسائلی هستند که مورد نظر ما اینجا در بریتانیا است. اما اسرائیل هم به هر حال موضوعی هستش که برای همه یهودیان در سراسر دنیا یک موضوع مورد توجهی هست، و رو در روی ایران و اسرائیل هم به همین دلیل برای یهودیان در همه دنیا مهم هست. من شخصا خودم تازه ملحق شدم به نشریه جویش کرونیکل از وبسایت دیلی میل. کار من در سیاست خارجی بوده و برای همین برای من جالب بود که این خبر رو برای اولین بار از طریق جویش کرونیکل منتشر بکنم. واقعا داستان بسیار بزرگی بوده و تاثیر زیادی رو در بریتانیا گذاشته، در داخل اسرائیل گذاشته، و الان میفهمم که در ایران هم تاثیر زیادی داشته. برای افکار عمومی ایران هم برای اولین بار با اسم نشریه به اسم جویش کرونیکل آشنا میشن. بله، دقیقاً درست فهمیدید. اما در آغازش اشاره میکنید به اینکه منابع اطلاعاتی شما اینها رو برای شما گفتند، اما اشاره نمیکنید که این منابع کجایی هستند. آیا میتونید به ما بگید که منابع اطلاعاتیتون متعلق به کدوم سرویس های اطلاعاتی هستند؟ نمیتونم، ببخشید. بسیار خوب. همینطور در این گزارش اشاره می‌کنید که آمریکا در این ترور نقشی نداشته، در حالی که ما می‌دونیم در هفته‌های پایانی حضور آقای ترامپ در کاخ سفید، که اتفاقاً منطبق هست بر تاریخی که این ترور انجام شده، فعالیت‌های دیپلماتیک گسترده‌ای در جریان بود. مقام‌های متعددی از آمریکا در اسرائیل حاضر بودند و مسلم هست که بخش عمده صحبت‌ها در مورد ایران بود. اما چطور ممکن هست که اونها ندونسته باشند در مورد این ترور؟
من فکر کنم مهم هست که شما متوجه بشید که چقدر برنامه این عملیات در دست تهیه بود. 8 ماه طول کشید از زمان شروع فاز عملیاتی تا زمان انجام عملیات، که این خیلی قبل‌تر از اون کارزارهای تبلیغاتی آمریکا بود برای ریاست جمهوری. این به هر حال چیزی هستش که اسرائیل مدت هاست، از سال 2018، از 3 سال پیش فکر می‌کرد مسئله مهمی هستش. از زمانی که موساد آرشیو مدارک هسته‌ای ایران را از یک ساختمانی در تهران ربود و به اسرائیل آورد، این چند چیز را نشون داد. این نشون داد که رژیم ایران همچنان نقشه داشت که یک برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را به طور پنهانی دنبال بکنه، هرچند با دولت اوباما به یک توافق هسته‌ای رسید. اما علاوه بر این، این را هم نشون داد که محسن فخری‌زاده یک چهره کلیدی بود در جوانب مختلف برنامه‌های هسته‌ای ایران، و از اون نقطه بود که منابع من به من گفتن که تحلیلگران نه فقط دستخط آقای سلیمانی رو دیدن روی این مدارک، بلکه آثار انگشتش هم روی همین مدارک دیدند و دیدن که او چگونه تایید کرد برنامه هسته‌ای ایران رو و جوانب نظامی این برنامه رو، که چگونه مثلا بتونن یک مواد هسته‌ای رو سوار بکنن روی موشک‌ها. بر همین اسرائیلی‌ها تصمیم گرفتن باید کاری در مورد محسن فخری‌زاده بکنند، و از 8 ماه پیش بود که وارد فاز عملیاتی شدند. موقعی که ترور فخری‌زاده انجام شد، بعد از انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری بود، بعد از پیروزیش در آمریکا، برای همین خیلی هم همزمان نیستش با اون تحولات سیاسی در داخل آمریکا. همونطور که به شما گفتم، منابعی که من استفاده کردم واقعا منابع ارشدی بودند که به روشنی من گفتند این حرکت یک حرکت سیاسی نبود، حرکتی بود که انگیزش فقط و فقط امن نگه داشتن اسرائیل بود، به زعم اونها امن نگه داشتن کل دنیا، و به همین دلیل هم هیچ ربطی به پرزیدنت ترامپ نداره. اتفاقا این داستان یک تشابهی هم داره با داستان کشتن قاسم سلیمانی که توسط آمریکایی انجام شد، توسط اسرائیلی انجام نشد. آمریکایی از قبل اسرائیلی‌ها گفتن که این کارو میکنن، ولی جزئیاتشو توضیح ندادن، فقط گفتن یک کاری میخوان انجام بدن. اسرائیل هم فکر کنم دقیقاً همین کارو در ارتباط با آمریکا و ترور فخری‌زاده کرد، فقط بهش گفت یه اتفاق بزرگی داره میفته، ولی دقیقاً بهش نگفت که جزئیاتش چی هست. جالب هست که بخش بزرگی از این اطلاعاتی که شما در این نشریه منتشر کردید منطبق هست با صحبت‌هایی که آقای فدوی جانشین فرمانده کل سپاه ایران در مورد این ترور گفته. به نظر میاد که نسخه شما نسخه هالیوودی یک فیلم ایرانیه، قبول دارید؟ Well, I mean the Iranian officials have مقامات ایرانی در صحبت‌هایی هم که کردن و پیام‌هایی که طریق صحبت‌ها منتقل کردن یک ذره سردرگم به نظر می‌رسیدند. در ابتدا گفتن که یه عده افراد مسلح وارد این عملیات شدن، اول گفتن که 62 فرد مسلح دخیل بودند در این عملیات، ولی بعد حرفشون تموم شد و گفتن که یک اسلحه خودکار روی یک وانت ترور انجام داد، که به واقعیت نزدیک‌تر بود. ولی واقعیت اینجا هستش که اون روایت مسئولان ایران به نظر هالیوودتر میاد تا واقعیتی رو که من دارم ارائه میدم، برای اینکه در تصور مقامات ایران نه فقط این سلاح که محسن فخری‌زاده رو کشته مسلح خودکار بود که توسط از راه دور کنترل میشد، توسط این ماهواره این مسلسل کنترل میشد، اما واقعیت این هستش که نزدیک به 20 مأمور موساد از راه دور مسلسل رو داشتن کنترل میکردن، نه یک ماهواره. و خیلی از همین اعضای موساد هم شهروندان اسرائیل بودن که در واقع داشتن با ایرانیانی کار میکردن که همسو و همفکر اونها بودن، و اینها با هم دیگه کار کردن که بتونن این مسلسل رو، این اسلحه رو درست بکنن، خلق بکنن، سوار بکنن تا بتونه ترور رو انجام بدن. من فکر نمی‌کنم روایت من روایت هالیوودی هستش، فقط جزئیات بیشتری رو من گفتم. مثلا میتونم به شما بگم که این عملیات در طول 8 ماه برنامه ریزی شد، یعنی خیلی دقیق و 24 ساعته رصد کردن. مامورانی که فخری‌زاده رو کشتند هر ثانیه از هر روز از هر هفته رو اختصاص دادند به
رصد کردن محسن فخریزاده. بعضیشون گفتن که اگه فخریزاده اتکلن هم به خودش میزد، اونا میتونستن اتکلن رو بو بکنن، تا این حد بهش نزدیک بودن و تونستن استفاده بکنن از این خود، از این مسلسل خودکار، مسلسلی که چجوری اینو به دست آوردن، قطعات مختلف این اسلحه رو قطعه به قطعه وارد ایران کردند. این یک دستگاه بزرگ 1000 کیلویی بود، 1 تن وزن داشتش و این رو در خود ایران سوار کردند. دلیلی هم که اینقدر سنگین بود اینش که حامل مواد منفجره‌ای بود که بعد از انجام عملیات بتونه به طور خودکار منفجر بشه تا بتونه مدارک رو از بین ببره. یک دستگاه بسیار بزرگی که قطعه به قطعه وارد ایران شد و بعد این دستگاه رو گذاشتن روی وانت نیسان و این در ترکیب با اون عملیات رصد و یافته های اون عملیات تونستن که با موفقیت ترور رو انجام بدن بر روی اون نقطه‌ای که در بیرون تهران ترور اتفاق افتاد. برای همین فکر میکنم فکت هایی که من تونستم ارائه بدم اونجور که شما گفتیم واقعا هالیوودی نیست. اون چه که هالیوودی هستش اون چیزی هستش که مقامات ایران گفتن. من فقط تونستم خیلی جاهای خالی رو پر کنم و بعضی از تصورات غلطی رو رفع بکنم که بعضی از مقامات ایرانی بعد از ترور بازگو کردن. مثلا یک دلیل این که موساد ترجیح داد که این دستگاه خودکار مسلسل از راه دور کنترل شده رو استفاده بکنه اینه که این دستگاه بسیار دقیق هستش. برخلاف حکومت ایران وقتی موساد یک عملیاتی انجام بده که نیازمند دقت و لازم هستش خیلی تلاش میکنه که بهش غیر نظامی لطمه نخوره، به کسی که نباید ترور بشه لطمه نخوره. برای همین تلاششون این بودش که اسلحه وارد بکنن قطعه قطع سوارش بکنن و به طوری ازش استفاده بکنن که فقط محسن فخریزاده رو هدف قرار بدن و هیچ کس دیگر. برای همین با 13 گلوله او هدف قرار گرفت. زنش که چند ساعت اون برتر نشسته بود هیچ آسیبی ندید. 12 تا محافظ داشت محسن فخریزاده، هیچ کدومشون آسیب ندیدند. مقامات ایرانی گفتن که یکی از محافظانش خودش رو جلوی فخریزاده انداخت یا خودش رو روی اون انداخت تا ازش محافظت بکنه، ولی من فکر نمی‌کنم چنین چیزی واقع داشته باشه. اونجور که من میفهمم فخریزاده کشته شد، هیچ کس دیگه آسیب ندید و ماموران اطلاعاتی موساد هم بدون اینکه دستگیر بشن موفق شدن از کشور بگریزند. به نظر میاد که به هر حال اعتبار زیادی قائل هستید برای موساد برای انجام این عملیات، ولی فکر میکنید چرا هیچ وقت دولت اسرائیل خودش رسن این اعتبار رو برای خودش اعلام نمیکنه؟ چرا نمیپذیره که این ترور رو انجام داده به طور مشخص؟ Well, I mean, the Israeli government, as with all governments around دولت اسرائیل مثل همه دولت‌های دیگه در دنیا، اغلب یا میشه گفت بیشتر دولت‌ها در دنیا، سیاستش این هست که نه تایید بکنه و نه تکذیب بکنه یک عملیات اطلاعاتی رو. این یک رویه معمول برای تمام این گونه عملیات هست. دلیل هم داره این کار، برای اینکه خیلی از این عملیات محرمانه هستن و دلیل داره که محرمانه هستن. یک دولت کارش رو درست انجام نمیشه اگه بخواد این اطلاعات محرمانه رو منتشر بکنه از طریق تایید کردنی که خودش پشت این قضیه بوده. برای همه و در ضمن اگر هم بگه، خب بالاخره تاثیرات منطقه‌ای خواهد داشت. ایرانیان میگن که اگه شما فرض بکنین دولت اسرائیل بیاد بگه بله ما بودیم که ترور رو انجام دادیم، اون موقع باعث میشه که یک مقامات ایرانی تحریک بشن که یک واکنش رسمی نشون بدن به این ترور و اون موقع قضیه خیلی بیشتر میشه و تنش هم بالاتر میره. برای همین من فکر میکنم که دلایل خوبی وجود داره که دولت اسرائیل هیچ وقت رسما تایید نمیکنه عملیات رو، یا اقلا سب میکنه سالهای سال از یک عملیات بگذره تا بخواد که رسما این رو تایید بکنه. و برای همین الان هم وظیفه‌اش به عهده من میفته که بتونم اون تاییدیه‌هایی رو به افکار عمومی بدم که اونها میخوان، بدون اینکه دولت‌ها مجبور بشن که رسما اظهار نظری بکنن. ممنونم از شما جک والی سیمون، نویسنده مقاله جویش کرونیکل. ممنونم که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. اما همکارم پوریا ماهرویان هم جزئیات این خبر رو دنبال کرده، هم از آغاز داستان ترور آقای فخریزاده رو. چطور دیدی اصلا در کلی مطلب رو؟ به نظر من این هم یک روایت دیگه از همون چیزی که روایت رسمی جمهوری اسلامی و مشخصا روایت رسمی سپاه، هر دو کلیات این دو روایت شبیه همه. آقای سیمونز به برخی از جزئیات اشاره کرد که این جزئیات تفاوت داره با روایت رسمی جمهوری اسلامی، ولی در کل فرقی در ماجرا نمیذاره که حالا یک نفر کشته شده یا کشته نشده. البته کسی نگفتن در کنار
فخریزاده کشته شده ولی خب گفتن تیر خورده، یا مثلا تاکید میکنه که توی این مقاله که همه این 20 نفری که بخشیشون تو ایران بودن هیچ کس دستگیر نشده و همه خارج شدن با امنیت کامل خارج از ایران به سر میبرن، و همه اینا در راستای اینه چه روایت رسمی جمهوری اسلامی، چه روایت آقای سیمونز و مجله هفته نامه جویش کرونیکل که میشه گفت روایت غیر رسمی دولت اسرائیل تو محتوای حرفای سیمونز هم بودش. همه اینا یک چیزو داره به ما میگه که این عملیات پیچیده بوده، بسیار دقیق بوده و هوشمندانه بوده، و با وجود سطح بسیار بالای امنیت از جان آقای فخری زاده، موساد یک درجه بالاتر بوده و تونستی عملیاتو به نحو احسن انجام بده و آقای فخری زاده رو بدونه که کسی دیگه آسیب ببینه ترور کنه. اتفاقا جالب است که همین زاویه رو خود مقام های جمهوری اسلامی هم به نوعی تایید میکنن که ما خیلی خوبیم ولی اونا یه مرحله انگار بالاتر بودن و تونستن در واقع در این خلای امنیتی ما رو گیر بندازن. مسئله دیگه این جویش کرونیکل هست، راجب این کمی برامون اگه بگی، چون به نظر نمی اومد که این نشریه باشه که بیاد راجب این جور مسائل با این حجم کار بکنه. بله، یه تاریخچه خیلی کوتاه از جویش کرونیکل بگم. این قدیمی ترین نشریه یهودیان دنیاست، از میانه قرن 19 هم آغاز کرد، یک نشریه بسیار مذهبی بود، یعنی بنیادگرا بود، ضد افکار صهیونیستی بود، ولی در یک مقطعی مروج افکار تئودور هرتزل پدر صهیونیسم جهانی بودش و از اونجا شروع کرد ترویج کردن افکار او تا موقعی که اسرائیل تشکیل شد، و عموما در سالهای اخیر یک نشریه بودش که برای جامعه یهودیان بریتانیا بود. اگه سیاسی بود، چون نشریه دست راستی طرفدار دولت کانسرواتیو محافظه‌کار بسیار منتقد جرمی کوربین بود، بسیار بود. خود این آقا هم بود. دقیقاً تمام یعنی دولت‌های دست راستی طرفدار حزب لیکود، طرفدار سیاست‌های ترامپ بود، ولی در سال‌های اخیر بیشتر مسائل داخلی یهودیان بریتانیا، مشخصاً جامعه یهودیان لندن بود، ولی اخیر و مجانی بود، یه تبلویدی بود که مجانی در مغازه‌های فروشگاه‌های یهودی بودش و الان ولی به صورت آنلاین رفته، تغییر مدیریت داده و میخواد وارد صحنه سیاسی بشه در کنار روزنامه‌های دست راستی داخل اسرائیل. اگه خیلی کوتاه بگی پوریا، چون من میدونم که تو مسائل امنیتی ایران رو خیلی با دقت دنبال می‌کنی، به نظر تو این اتفاق چی میگه به ما در مورد وضعیت امنیتی در ایران، وضعیت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران؟ به نظر من این اتفاق از روزی که اتفاق افتاد، قبلش ما نتنز داشتیم، قبلش قاسم سلیمانی داریم، مشخصا هر چی پیش می‌ریم می‌بینیم که اختلاف میان نهادهای امنیتی نزدیک به دولت یا دولتی مثل وزارت اطلاعات، یا گفته‌هایی که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، بالاترین نهاد امنیتی ایرانه، شباهت داره به چیزی که آقای سیمونز الان گفت، و در مقابل اطلاعات سپاه. این شکافه همین جور داره بیشتر میشه. سه روز پیش آقای علوی اومد گفت ما حتی بهشون هشدار داده بودیم، ولی چون اونجا حوزه دخالت ما نیست، حوزه امنیت ما نیست، ما نتونستیم وارد بشیم. به نظر من این امنیتی که دارین، اشراف امنیتی که هر دو دارن رقابت میکنن، وزارت اطلاعات یک طرف و یک طرف سازمان اطلاعات سپاه، اینها دارن قدرتی به دست میارن که بیشتر از این که بخوان ضربه بزنن به دشمنانشون یا امنیت ایران به دست بیارن حفظ کنن، در مقابل همدیگه دارن استفاده میکنن. ممنونم از سپوریا ماهرویان همکارم. اما همونطور که پیشتر گفتم و در این مقاله هم حتی به اون اشاره شده، بقیه بسیاری از تحلیلگران منابع انسانی و مالی گسترده‌ای که در اختیار نهادهای امنیتی موازی در ایران است، بیشتر صرف کنترل و رصد فعالیت‌های سیاسی و مدنی کنشگران در داخل و خارج از ایران شده و به همین دلیل به اصطلاح گاف‌های امنیتی آنها در زمینه‌هایی که برای خود حکومت اهمیت حیاتی دارد زیاد شده. جاسوسی از فعالیت‌های کنشگران همونطور که اشاره کردم به داخل ایران محدود نمانده و به تازگی گزارش منتشر شده که ایران تلاش کرده از طریق اپلیکیشن‌های آشپزی و مد به اطلاعات کاربران فعال مدنی دسترسی پیدا کند.
این همه اصرار بر احاطه اطلاعاتی بر فعالان مدنی و سیاسی برای چیست؟ چرا جمهوری اسلامی با اقلیت‌ها کنار نمی‌آید و فعالیت‌های آنها را هم امنیتی می‌بیند؟ تنگ کردن فضای جامعه چه چالش امنیتی برای خود جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند؟ در برنامه امروز میهمانانی دعوت کرده‌ایم که نه تنها در این حوزه‌ها مطلع هستند، که خودشون یا فعال مدنی بودند یا در زمره اقلیت‌هایی هستند که در جمهوری اسلامی با آنها برخورد می‌شود. مهمان اول ما نازلی کاموری هست، روزنامه نگار از رادیو زمانه. خانم کاموری در حوزه حقوق LGBT ها فعال هستند. شاهین صادقزاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشری ایران، پدرشون به خاطر بهایی بودن اعدام شدند. کاوه کرمانشاهی، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، که ایشون سابقه همکاری با نهادهای متعدد مدنی رو در ایران دارن، به همین دلیل هم بازداشت شدن. آقای کردستانی کرمانشاهی هم باز فعال هستن. همینطور مجتبی نجفی، مدرس پژوهشگر دانشگاه سوربن نوول، که تحقیقات متعددی درباره جامعه مدنی در ایران کردن. خود آقای نجفی هم بابت فعالیت‌های سیاسی مدنی در ایران به زندان رفتن. خوش آمد میگم به همه مهمانان این برنامه. اجازه بدید از خانم کاموری شروع بکنم. خانم کاموری، به نظر شما چرا تا این حد فعالیت مدنی کنشگران مدنی در خارج از ایران و داخل ایران داره رصد میشه؟ چه ترسی داره جمهوری اسلامی از این فعالیت ها به نظر شما؟ ببینید، جمهوری اسلامی، اول از همه سلام به شما بینندگانتون. جمهوری اسلامی از بعد و لحظه که قدرت رو گرفت از سال 57 به صورت از روش های نرم، از روش های مدرن سعی داشت که یک سازماندهی اجتماعی بکنه و در واقع همه به نظام فعلی، به نظام سیاسی بپیوندند و تلاش امنیتی برای این سازماندهی اجتماعی همیشه ادامه دار بوده در طی این 40 سال. و خب ترس، این از ترس حکومت میاد، برای این هستش که مدام در حال یک سری دیگری سازی ها هستش در رابطه با اقلیت ها، به این دلیل که اگر بخوایم بگیم این در واقع حاکمیت یه جور حاکمیت دیوارکش هستش، به طوری محصور بودن آدم ها رو بخشی از کنترلش رو میبینه. در جمهوری اسلامی حجاب بخشی از محصور بودن مردم بوده، که یک دیواری بوده که برای کنترل زنان کشیده شده و از انواع اقسام انزجارهایی که علیه اقلیت ها تنظیم میکنه به عنوان یک نوع دیوار برای کنترل کردن و محصور کردن جوامع اقلیت و مطالبات اونها استفاده میکنه، به این دلیل که این مطالبات رو در تضاد با منافع خودش میبینه، در تضاد با منافع اقتصادی خودش میبینه که این یک جور در واقع جور تقسیم منابع رو شامل میشه و این یک سیاست ادامه دار بوده در دوره‌های اشاره جالبی کردید، گفتید در تضاد با منافع خودش میبینه خانم کاموری، ولی من میخوام این بحث رو اینجا باز بکنیم. مشخص هست که تا یه مقطعی به نظر میومده که کنترل دست جمهوری اسلامی هست، فشار میآورده به نهادهای مدنی، به کنشگران مدنی و اونها رو به نوعی حالا یا بازداشت میکرده یا مجبور مهاجرت میکرده، کنترل میکرده. الان به نظر میرسه که فضا به سمتی داره میره که این کنترل اولا به نظر میرسه دیگه به اندازه قبل ممکن نیست، و دوم این که گاف‌های اطلاعاتی که الان داریم میبینیم، گاف‌های امنیتی که داریم میبینیم، نشون میده که ضررش مستقیم متوجه خود جمهوری اسلامی هست در شاهرگ‌های حیاتی خودش. در مورد این چی فکر میکنید؟ اگه کوتاه بگید. ببینید، اینا نیروهای این سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی، حالا اگر بخوایم به سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات قوه قضاییه تقسیمشون بکنید، اینها یک عالمه دشمن‌های منطقه‌ای دارن، ها، یعنی با همدیگه بر سر هژمونی منطقه‌ای دعوا دارن و بعد اینها همه اینا رو ول کردن و در واقع این دیوارهای فرضی داخلیشون رو هی دارن کنترل میکنن. مثلا گفتمان امنیت در ایران و این چیزی که سالیان سال به عنوان اینکه ما در واقع یک ایران امنیت شهروندانش رو حفظ کرده سازمان امنیتی ایرانی و یه سری دشمنای خیالی که گاهی موقع بزرگسازی میشن مثل داعش، مثل اسرائیل، مثل تمام این دشمنایی که سر هژمونی منطقه‌ای با جمهوری اسلامی دعوا دارن، به جای اینکه یقه اونا رو بگیره یا فرض کن کارهایی که تقسیم کاری که میشه که انجام بده که امنیت فرض بکن همین به قول خودشون دانشمندان هسته‌ایش رو حفظ کنه، انرژی زیادی سازمان‌های امنیتی گذاشتن که تعدیب کنن و تنظیم کنن و رگولیت کنن و یقه فعالای معدنی رو بپیوندن، در حالی که این فعالان مدنی
در یک سیستم دموکراتیک کارکرد دارن، کارکرد نظارتی دارن، کارکرد بیان مطالبات دارن، یعنی میتونن به دموکراتیک شدن فضا کمک کنن. ولی این سیاست ها سیاست های ضد دموکراتیک امنیتی جمهوری اسلامی هستش که بخشی از این سیستم استبدادی و ندانم کاریاش برای اینکه میترسه از پوزیشن قدرت نمیاد، از موضع قدرت نمیاد. این دیوارها رو جمهوری اسلامی به خاطر این نمیکشه که خیلی احساس قدرت میکنه و اقتدار میکنه، به خاطر اینکه خیلی میترسه و وحشت درونی و ضعف داره. آقای میلانی شما در این باره چه فکر میکنید؟ ببینید، جمهوری اسلامی خوب یک حکومتی است که توتالیته. یعنی چی؟ یعنی با یک حکومت استبدادی متعارف که شما مثلا ممکنه در یک کشور آمریکای لاتین ببینید، یک کشور آفریقایی ببینید، که بحث فقط سر قدرت با اون متفاوته. این حکومت توتالیتر هست و میشه با شوروی مقایسهش کرد، میشه با آلمان نازی مقایسهش کرد، که یک ایدئولوژی پشت سر این حکومت بوده، ایدئولوژی تمامیت خواهانه. و اینو فقط حالا الان در سالگرد انقلاب هستیم، بعد واقعا برگردیم به خواستگاه این دیدگاه که منجر به جمهوری اسلامی شد. در نوشته آقای خمینی هست، ولایت فقیه هست و اسلام گرایی به طور خاص، که این جریان وجود داشته از نواب صفوی که حالا ترور کردن و رزمارا ترور کردن اومد تا انقلاب شد. و این حکومتی است که وقتی ایدئولوژی پشت سرشه میخواد که تمام جوانب زندگی شهروندانش رو کنترل بکنه. متوجهم. ولی آقای میلانی قبول دارید که خیلی وقتها میشنویم از بسیاری از ناظران تحلیلگران که میگن جمهوری اسلامی برخلاف این ظاهر ایدئولوژیکش در خیلی از موارد پرگماتیک هست و خیلی جاها وقتی گیر میکنه دقیقا میره به سمت اون عملگرایی که لازم داره. چرا در این زمینه نمیره به اون سمت؟ چرا در حالتی که میدونه که الان مثلا به هر حال هر نهادی یک منابعی داره که این منابع بی انتها نیستن، حتما وقتی که منابع امنیتیش رو صرف فعالان مدنی میکنه به تبع در خیلی جاهای دیگه کم میاره دیگه، چطور در این زمینه اون پراگماتیسمش به کارش نمیاد؟ من اول این گزاره که حکومت پراگماتیک رو قبول ندارم. ببینید، به هر حال ممکنه برای بقای کارهایی بکنن، یعنی مهمترین اصلشون بقای نظام هست، این درسته. یعنی ممکنه به قول خود خمینی میتونن روی اصول مذهبی هم پا بذارن برای بقای خودشون، ولی این با پراگماتیک بودن فرق داره. ببین، اینا اگر که یک حکومت پراگماتیک بودن نمیخواست که مثلا در خودش تهدید درست کنه، با این داستان برنامه هسته‌ایشون مثلا اینطوری پیش نمی‌برد، به دست به کارهای بین‌المللی نمی‌زد، تروریسم بین‌المللی نمی‌زد. خب مسلمه حکومتی که با اقدامات خارجی خودش، سیاست خارجی برای خودش دشمن می‌تراشه، سیاست داخلی هم خب همین با مردم کار می‌کنه و در حالی که می‌تونست جور دیگه رفتار بکنه. نه، این حکومت ایدئولوژیک هست و یک اهداف ایدئولوژیک داره. بله، من خواهش میکنم آقایون، خانم کانوری هم هر کدوم که خواستید تو صحبت هم دیگه بیان، چون من میخوام این یک میزگردی باشه که بتونیم ازش یه نتایجی بگیریم. خواهش میکنم باید بشه، من نمیخوام فقط من سوال کننده باشم، میخوام یه مقدار بحث رو میخوام شخصی تر بکنم. ازتون قبلا اجازه گرفتم برای این موضوع و میخوام به خصوص از آقای کرمانشاهی شروع بکنم که میدونم که خیلی مطلع هستید از وضعیت فعالان کرد در داخل کشور و خودتون هم به هر حال فعالیت داشتین در داخل ایران. به نظر شما چقدر اشراف امنیتی دارند وقتی که شما رو به عنوان فعال مدنی بازداشت میکنن آقای کرمانشاهی؟ آقای پنز کافی میدونن در مورد شما یا نه؟ ببینید، من اگر بخوام روی تجربه فقط شخصی صحبت بکنم، در واقع ثابت شدن این موضوع هست که بسیاری از این ادعاهای حکومت در رابطه با اشراف اطلاعاتی یا قدرت امنیتیش بیشتر شبیه بازی روانی هستش برای ترساندن مردم و به خصوص فعالین. از این جهت که این تجربه رو بسیاری دیگری از فعالان هم داشتن، زمانی که افراد رو بازداشت میکنن در واقع تلاش میکنن که از طریق خود این افراد اطلاعات رو کسب بکنن و در این راه به روش‌های مختلفی از جمله فشارهای روانی و شکنجه هم متوسل میشن و در واقع پرونده سازی که برای فعالین صورت میگیره در نتیجه اعترافهایی هست که میخوان از خود این افراد داشته باشن. در مورد شخص من خوب خاطرم هست روز اولی که من در واقع بازجوی گروهی داشتم اونجا، خب من اولین اتهام در یک منطقه مثل کردستان ارتباط یا همکاری با احزاب اپوزیسیون کرد هستش و اینها چند اسم حزب مختلف رو اونجا گفتن و گفتن که اتهام تو این هستش.
و خودت باید نسبت بهش اعتراف بکنی. و من میگفتم خب اگر شما میدونید که این ارتباط وجود داشته، در واقع شما باید وظیفه دارین به لحاظ قانونی حتی مستنداتی در این رابطه ارائه بدین، و اینجا من چون که نداشتم هیچ اعترافی ندارم در این صورت در این زمینه داشته باشم، یا اتهاماتی که به دنبالش میاد مثل جاسوسی و همه اینها در واقع سوالاتی، یعنی نوع سوالاتی که از شما میشه درخواست به اعتراف شما به این اتهامات هست، در صورتی که خودشون کمترین اطلاعات یا کمترین اسناد رو در این رابطه دارن. من این رو به شخص بارها تجربه کردم که حتی بازجوهای من اطلاعاتی شخصی و خانوادگی که شما با گوش دادن به تلفن یک، یعنی یک روز وقت بذارید تلفن یک منزلی رو کنترل کنید، به تمام اون اطلاعات خانوادگی بیهوده دست پیدا خواهید کرد. و این رو به عنوان اشراف اطلاعاتی خودشون می‌خواستن به من قالب بکنن که ما تا این حد از خانواده تو اطلاع داریم، ولی در مورد فعالیت‌هایی که صورت می‌گرفت، چون که فعالیت‌هام شکل علنی داشت، در واقع نوشتن بود یا فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری بود که مخفی نبود، اینها به جز اون چیزهایی که علنی شده بود در واقع چیز دیگری نداشتن که بخوام بهش استناد بکنم. بله، معمولا مرتبط میکنن فعالان مدنی، کنشگران مدنی و سیاسی رو به کشورهای خارج. آیه نجفی، شما در این زمینه تحقیق کردید، تحقیقات متعددی هم کردید، چقدر واقعا این ارتباط وجود داره، ارتباط بین کنشگران مدنی در داخل ایران با نهادهایی در خارج از ایران؟ حالا اساسا من نمیدونم که این نهادها چی میتونن باشن، آیا اصلا چنین ارتباطی وجود داره؟ این بحث این که این ارتباط وجود داره یا نه یک بحثه، بحث اینه که اصولا فقدان دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی و نگاه جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیتی که حاضر به پذیرش تکثر در جامعه ایران نیست، اینم یک بحثه. آیا اصلا اجازه میده جرم‌ها یا اتهام‌ها سر جای خودشون قرار بگیره؟ به خاطر فقدان دادرسی عادلانه و نگاهی که اصولا جمهوری اسلامی نسبت به عدم پذیرش جامعه متکثر که در به نظر من با توجه به گذشت زمان و رشد عرصه عمومی، توسعه عرصه عمومی، این تکثر هم بازنماییش بیشتر شده هم ابعادش گسترده شده، ما هیچ سنجشی نداریم که آیا واقعا جمهوری اسلامی افرادی رو که میگیره به عنوان اینها جاسوس هستن یا اینها ضد امنیت ملی اقدام کردن، چون هم تعریف جمهوری اسلامی از امنیت ملی اشکال دارد، یک تعریف تکبودی است، و هم این که اصولا جمهوری اسلامی یک مشکل اساسی نظری داره، به معنای این که حاضر به شناسایی شهروند محقی که حقش در عرصه عمومی فعالیت داشته باشه نیست. پس در نتیجه من خیلی نمیتوانم به ادعاهایی که مبنی بر جاسوسی خصوصا پژوهشگرانی که در خارج از کشور هستن استناد بکنم، به چند دلیل. یکی، جمهوری اسلامی هم در ساحت قدرت تمایل به یک فرایند یک دستسازی دارد از طریق توسعه نظامیگری، و هم در ساحت عرصه عمومی تمایل به کنترل با جامعه مدنی به عنوان یک بازیگر رو به رشد در ایران داره، و من معتقدم که این نگاه تکبودی نسبت به امنیتی، عدم شناسایی شهروند محق، و اینکه هم میخواهد قدرت رو یک دست سازی بکنه و هم در جامعه مدنی رو میخواد یک دست سازی بکنه، باعث میشه که به نسبت به ادعاهای مبنی بر اینکه محققین جاسوس هستن، کنشگران مدنی جاسوس هستن، تردیدهای خیلی اساسی وارد بشه. راجع به محققین، کنشگران اینها صحبت کردیم، ولی بخشی از جامعه ایران که به شدت تحت فشار هستن اقلیت‌های مذهبی هستن. من میخوام آقای میلانی بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنن، به خاطر اینکه خودشون رأسا این رو تجربه کردن در خانواده خودشون. فکر میکنید که چرا اینقدر حساسیت هست روی اقلیت‌های مذهبی؟ ما میدونیم که مثلا سنی‌ها هم با مشکلات مشابهی روبرو هستن، حالا نه به شدت بهایی‌ها. فکر میکنید چرا؟ واضحه جمهوری اسلامی حکومت مذهبی است و در پی یک انقلاب مذهبی به اصطلاح انقلاب اسلامی به قدرت رسیده، و کل ایدئولوژی که بنیان حکومت بر اون نهاده شده حرفش اینه که ملت ایران ملت مسلمانی هستن، ملت شیعه هستن و میخوان قوانین اسلامی رو در مملکت اجرا بکنن. حتی میبینید شما اون اقلیت شناخته شده، یعنی در رسمیت شناخته شده رو هم
مثلا در سالگرد 22 بهمن هست مثلا اسقف ارمنیا رو میارن که اون بگه با آرمان‌های انقلاب مثلا بیعت میکنه، زرتشتی ها رو میارن مثلا نماینده‌شون، یعنی حتی از اون اقلیت به رسمیت شناخته شدن میخوان اینو بگن که حتی اونایی که مسلمان نیستن ولی قبول دارن این سیستم حکومت مذهبی و حکومت اسلامی. خب طبیعتاً بعد مثلا راجع به مسیحی خیلی جالبه، ممکن ارامنه رو بیارن ولی نوکیشان مسیحی رو میگیرن و زندانی میکنن و حتی ممکن حکم اعدام بهشون بدن طبق قانون خودش. برای چی؟ برای اینکه اون گروه های مذهبی که فعالیت مذهبی میکنن، تبلیغ میکنن آینشون و باورهاشون رو گوش مردم میرسونن، مثل بهایی، مثل نوکیشان مسیحی و حتی اخیراً هم اهل سنت، این خب جمهوری اسلامی اینو یک تهدید میبینه، برای اینکه فکر میکنه که اگه تعدادی از مردم ایران حالا مذهبشون رو تغییر بدن یا از تشیع روی برگردونن اون به اصطلاح پایه حکومت به خطر میفته. بله. بنابراین میاد و اون یه تهدید امنیتی میبینه برای خودش و اتهامات بی اساس امنیتی رو وارد میکنه به شهروندان. متوجه. اشاره جالبی کردین خانم کانوری، شما میخواین صحبت کنین. من میخوام علاوه بر این، حالا در این حوزه اگه صحبت میکنین، من میخوام در مورد زنان هم بگیم. زنان به هر حال 50% جامعه ایران هستن که به نظر میرسه در اون حلقه تنگ قرار نمیگیرن، باز هم بسیاریشون. بکنم به حرفایی که آقای میلانی شاهین عزیز زد. ببینیم ما در ایران چیزی به اسم اقلیت‌های محافظت شده از پایه‌های داشتن یک فرهنگ دموکراتیک نداریم. همونطور که مهمان دیگر تو آقای نجفی هم گفتن، پذیرش گوناگونی هم نداریم. برای جمهوری اسلامی یه شباهت فرمی با فرض کن که در واقع فاشیسم داره. نمیخوام حرف شعاری بزنم بگم فاشیسته. اگه فاشیسم مثلا خودش رو به عنوان یک جنبش ضد چیزی، ضد لیبرالیسم، ضد کمونیسم تعریف میکنه، اینا هم مدام در حال تعریف این ضدهاشون هستن. و خب اینا رو در گفته‌های آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم می‌بینیم، یعنی اون دشمن محوریو. بنابراین مدام برام بر خودشون تعریف می‌کنن که کی شهروند باید به اون بپیونده، نه که گوناگونی شهروند یا چی ان و اینها متشکل می‌کنن ملت. و شهروندونه که مرد با اولویت اکثریت مسلمان شیعه است، می‌دونین تمام اینایی که گفتیم. در مورد زنان هم مسئله همینه. در مورد زنان، تعذیب زنان مدام بر این اساس بوده که خیلی خب ما این ایدئولوژی فرض کن اسلام شیعه رو داریم، چجوری ما این زنان رو تعذیب بکنیم و بیاریم در درون این. ولی فقط هم نیست، یعنی این حجاب مثلا که تازگی ها، یعنی در 10 سال اخیر جنبش های ضد حجاب خیلی در ایران به هر حال تشکل یافتن و کارهایی هم کردن، خب این خب یک روشی بوده برای تعذیب جنسیتی زنان، تعذیب رگولیت کردن بدنشون، حضور اون بدن و همچنین زنان رو نمادی کردن، کل اون بدن زنان رو نمادی کردن برای این ارزش‌هایی که فرض کن این حکومت هست و ارزش‌هایی که ضدشه، ها یعنی زن نباید بی‌حجاب باشه، نباید غرب زده باشه، اینا تمام این چیزهایی که ضدش تعریف میشه و خودشون رو با اون هویت ضدیت با یک سری چیزها تعریف میکنن. من اگه اجازه بدین در مورد افراد فرض کن اقلیت‌های جنسی هم یه چیزی بگم. مثلا افراد همجنسگرا، دو جنسگرا، ترنس، بنابر در واقع یک فرض کن فتوایی که آیت الله خمینی در مورد اجازه تطبیق جنسیتی داده بود، مدام جمهوری اسلامی می تا یه مدتی در سال گذشته میگه ما بهشت تراجنسیتی یا بهشت ترنس ها هستیم. خب ولی همزمان یه یارکشی مدامی با اخلاق سنتی جامعه داشت که در واقع یه وقت مردانگی سنتی و زنانگی سنتی، مردانگی و زنانگی سنتی مورد پسند اونا با ریخت و قیافه و شکل و همه چیزش به خطر نیفته. برای همین فرد ترنس اجازه داشت تطبیق جنسیتی کنه، ولی بعد حکومت براش این رو در واقع اقلیت محافظت شده نبود که براش کار مهیا باشه، براش در واقع بتونه مسکن بگیره یا بازارها براش باز بشن که بتونه بخشی از بازار کار بشه. بنابراین اون پوپولیسم مذهبی شیعه آریایی که فقط هم مذهبی نیست، یعنی جنبه های ملی گرایی هم داره، مدام استفاده میشه و اتفاقا بر مخالفت با حرفی که شاهین زد، یا نشد مخالفت تکمیل، پراگماتیک هم استفاده میشه. یعنی که جمهوری اسلامی ممکنه در کوتاه نیامدن از خیلی چیزا پراگماتیک نباشه، ولی در استفاده از تعذیب اقلیت‌ها خیلی پراگماتیکه. نمونهش باهایا
بنا به دوره سیاسی که اینا بخوان فرض کن هژمونی منطقه ایشونو تثبیت کنن، یه روز میشن عامل امپریالیسم انگلیسی، یه روز میشن مرتبط با اسرائیل، یه روز میشن کسانی که از درون جامعه میخوان شیعه رو به خطر بندازن. بنابراین پراگماتیک بسیار مدرن از استفاده از این روش‌های تأدیب نرم، یعنی با آیا رو یه روز یه چیز میکنه یه روز یه چیز دیگه میکنه بنا به منافعش. یه زمانی ترس جدی که حالا خود آقای خامنه‌ای هم خیلی علنی راجعش صحبت میکرد انقلاب مخملی بود. آقای کرمانشاهی فکر میکنید اساساً الان دیگه انقلاب مخملی در ایران محتمل هست یا با توجه به اون سرکوب گسترده‌ای که نهادهای مدنی شدن ظرف به خصوص در 15 سال اخیر خیلی کم احتمالش که بخواد اصلا چنین چیزی اتفاق بیفته؟ ببینید اصطلاحاتی که حالا به حال در دنیای سیاست وجود داره و مورد استفاده حکومت هم قرار میگیره، من فکر میکنم بیشتر یعنی سعی میشه از طرف حکومت این اصطلاحات برداشته بشه برای سرکوب جامعه مدنی یا فضای سیاسی کشور. یکی از همین ها یعنی زمانی که انقلاب مخملی بحثش مطرح بود از طرف حکومت برای سرکوب فعالان ازش استفاده میشد که قصد یعنی اون موقع فعالان... فکر میکنید زمینش وجود نداشت، فقط یه بهانه میشد برای سرکوب. من تمام اینها رو تو بحث قبلیتون هم اشاره کردین، مثلا دولت متخاصم، انقلاب مخملی از طرف کشورهای دیگه. خب اختلافات بین کشورها غیر قابل انکار هست و این جمهوری اسلامی هم به دلیل سیاست‌های خودش یا کشورهای دیگه به هر حال این اختلاف رو با هم دارن، ولی اینکه ما اطلاعاتی داشته باشیم یا ما زمینه‌های ظهور این نوع اصطلاحاتی که جمهوری اسلامی به کار می‌برد، یعنی دزدی که می‌کرد از ادبیات سیاسی جهانی، رو ما نمی‌دیدیم. در واقع ما طی سالهای اخیر در ایران در چندین دوره متفاوت شاهد این ابراز امیدواری مردم از طرق مختلف به ایجاد یک تغییر اساسی در ساختار حکومت بودیم که این رو به شکل‌های مختلف نشان دادن، که البته که من امروز فکر می‌کنم این تغییر ایجاد نخواهد شد چون که ماهیت و ساختار جمهوری اسلامی این اجازه رو نخواهد داد. اما همونطور که گفتم این بحث‌ها بیشتر برای ایجاد اون جو روانی و انتصاب هر نوع خیزش یا هر نوع فعالیتی در کشور به یکی از این مواردی است که در کشورهای دیگه حالا اتفاق افتاده یا در حال اتفاق است. آقای نجفی نظرتون راجع به این میخوام بدونم و همینطور میخوام بدونم اگر که این مقاومت گسترده در زمینه تشکیل نهادهای مدنی به همین شکل ادامه پیدا بکنه چه تأثیری در آینده ایران میگذاره این؟ نه، نظر اول در مورد انقلاب مخملی و اصلاحاتی از این دست رو بیان کنم. به اعتقاد من بررسی جنبش‌های مردمی در تاریخ معاصر ما یک وجه استقلال گرایانه درش پررنگ هستش و این در جنبش‌های پس از انقلاب 57 هم مشاهده شده. در نتیجه اصطلاحاتی به عنوان انقلاب مخملی، اولا ضمن اینکه یک خطای روشیه که این اصطلاحات باید در کانتکست خاص خودش به کار برده باشه، ضمن اینکه اصطلاحات ابزاری است برای بی‌اعتنایی به مطالبات اصیل شهروندان ایرانی که به نظر من رو به گسترشه. پس انقلاب مخملی اینها پوششی است برای نفی حقوق اساسی شهروندی که یک سابقه دیرینه در تاریخ معاصر ما داره. اما آیا اینکه جمهوری اسلامی بتواند جامعه مدنی ایران را به تحت کنترل و مهار قرار بده، من معتقدم خیر، به چند دلیل. علارغم سرکوب گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی نسبت به جامعه مدنی به اعتقاد من رو به پیشرفت در ایران صورت گرفته، من معتقد هستم هم فضا تغییر کرده، هم تحولات تکنولوژی و تکنیکی بر نوع و فرم این جنبش ها تأثیر گذاشته و ما در یک دوران جدیدی از جنبش های اجتماعی و سیاسی هستیم که مؤلفه های خاصی داره. یکی اینکه عرصه عمومی ما گسترده شده علارغم اینکه حکومت های اقتدارگرا میخوان از توسعه این عرصه عمومی جلوگیری بکنن، یکی اینکه بازیگران جدید یعنی صدای شهروندانی که قبلا نمیتوانستن صحبت بکنن و صرفا این روزنامه‌نگاران و فعالان حرفه‌ای و مدنی بودن که اونها هم تحت کنترل بودن، زبان اونها بودن، امروز اینا خودشون زبان دارن، ادبیات تولید میکنن و ضمن اینکه ما شاهد نسل‌هایی هستیم که در حال بروز و ظهور هستن. اگر جمهوری اسلامی که یک دولت
مقتدر از لحاظ امنیتی، یعنی امنیت شهروندان رو سرکوب شهروندان به معنای که یک دولت نفتی است، دولت نفتی که میتواند در روند رو به رشد جامعه مدنی اختلال ایجاد بکند، دولت نفتی که مبتنی بر یک نوع محافظه‌کاری با گرایش نظامیگری و رشد نهاد سپاه در عرصه های مختلف از اقتصاد گرفته، سیاست گرفته، فرهنگ گرفته، به این دولتی که لحاظ سرکوبگر به این اندازه قدرتمند چطور نتوانسته است در سال 88 از بروز ظهور یک جنبش در فرم نوین شروعگیری بکنه؟ اگر واقعا اون بگیر و به بندها صورت گرفت، چرا در 96 و در 98 ما شاهد یک شکل‌های نوین دیگر از اعتراضات در ایران هستیم؟ الان قدرت روایتگری در جامعه عرصه عمومی ایران افزایش پیدا کرده. ما حتی شاهد این هستیم که حاشیه نشین‌ها هم به نوعی که از عرصه عمومی پرت شده بودن در حال حاضر سعی می‌کنن که خودشون رو به رسمیت بشناسن. من اتفاقا برعکس این نظر که میگوین جامعه مدنی ایران کلن تحت کنترل هستش، من مخالف هستم. جامعه مدنی ایران در دوران جدیدی زیست میکنه. ما به سمت در عرصه اجتماعی جامعه مدنی به سمت دموکراسی رادیکال در حرکتیم، دموکراسی که از دموکراسی نمایندگی مبتنی بر نقش پارلمان ریاست جمهوری فراتر میره و به نوعی این جامعه مدنیه که امروز ابزار اصلی مقاومت برابر نوع محافظه‌کاری رو به رشد نظامیگری هستش. و من اتفاقا از کسانی هستم که نسبت به آینده این جامعه مدنی که قشرهای مختلف، صداهای مختلف، طبقات مختلف رو در بر می‌گیره امیدوار خوشبین هستم. خیلی خوبه که یک نفر خوشبین پیدا بشه، خیلی کم پیدا میشه آقای نجفی در این روزها. آقای میلانی، نظر شما جای شما هم خوشبین هستید؟ فکر می‌کنید این در واقع فضایی که سوشال مدیا ایجاد کرده، این گفتمانی که در یک طبقه ایجاد شده که به نظر میرسه غیر قابل کنترل هست به لحاظ امنیتی، هر چقدر هم بگیرند و ببندند به نظر نمیاد که بتونن همه رو بگیرن، کمک میکنه؟ بذارید اول راجع به اون پراگماتیک بودن میخوام یه چیزی فقط بگم، بعد میبینم سر اون داستان. بفهمید، ببینید جمهوری اسلامی حکومتی است که رهبرش فتوای قتل سلمان رشدی رو داد و نخست وزیر وقتش آقای موسوی اومد گفت ما به حزب الله میگیم کار اجرا بکنه، و چند نفر هم در دنیا خواستن این کار بکنن، در ژاپن یکی به قتل رسوندن، چند مورد دیگه هم بود. حکومتی که پراگماتیک باشه همچین کارهایی نمی‌کنه. الان هم ما باز شاهد عملیات تروریستی در خارج از کشور بودیم اخیراً. حکومتی که پراگماتیک باشه در با غرب همچین کاری نمی‌کنه. حالا بگذرم از اینکه غربی‌ها اونقدر اراده ندارن که با جمهوری اسلامی مقابله بکنن، اون بحث جداست. حکومتی پراگماتیک باشه همچین کاری نمی‌کنه. در مورد امیدوار بودن، ببینید من شخصاً الان که سال 99 هستیم، از به نظر من ما بعد از دی 96 که دوران اصلاحات تموم شد، من از 96 به این وقت من خیلی خوشبینم. از 76 تا 96 ما دورانی بودیم که جامعه ما درگیر این ایده اصلاحات بود، درگیر این ایده بود که جمهوری اسلامی ما یه جوری بهترش بکنیم، و از دی 96 مشخص شد که دیگه جامعه گذشته از این داستان، حداقل اینطور به نظر میرسه. الان من فکر نمی‌کنم با تغییر بکنه، نمیشه پیش بینی کرد آینده، ولی اینطور به نظر میاد که آیا فکر کنید این نتیجه عملکرد عملیات امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده؟ ببین، بالاخره این 20 سال گذشت و اتفاقات متفاوتی افتاد. هی گفتن خب حالا الان انتخابات، الان میخوایم معامله کنیم با غرب، هی مردم منتظر بودن تغییر انجام بشه و تغییر صورت نگرفت. و دو دفعه آقای روحانی ملت رفتن رأی دادن و اینطوری شد در انتخابات حتی غیر آزاد. و به اینجا رسیدیم. بنابراین من الان حداقل از این جهت که امیدوارم واقعا جریان اصلاح طلبی به طور کلی تموم بشه، از این بابت من خوشبینم. برای اینکه من اینو بارها گفتم، به نظر من بزرگترین تهدید و بزرگترین مانع برای رسیدن به دموکراسی در ایران اصلاح طلبا بودن. برای اینکه اینا دموکراسی از معنا توهین کردن و واقعا ضرری که اینا به ایران زدن خیلی سخت محاسبه. متوجه. بذارید خانم کانوری میخوان صحبت کنن. خانم کانوری بفهمید. در این مورد قبلا هم صحبت کردم. ببینید، این که شما اصلاح طلبی به مفهوم رفورمیزم و با اصلاح طلبی سیاسی که در ایران حزبی بوده یکی کنید، خطرناکه. به این مفهوم که ببینید، من خیلی خوشحالم که مهمان دیگرتون آقای نجفی حداقل یه فضای باز کرد برای امیدواری.
اصلاحات در مقابل فرض کن انقلاب به مفهوم انداختن یه ساختار سیاسی و از نو بازساز کردنش، خب بالاخره یه روشی برای سنگر به سنگر پیش رفتن و سنگر به سنگر حقوق گرفتن. و جمهوری اسلامی هم تو این، در واقع من به خوشبینی آقای نجفی نیستم، به بدبینی آقای میلانی هم نیستم. آقای نجفی میگه من امیدوارم تازه در آینده این ما جنبش سبز داشتیم، جنبش خیزش دیماو داشتیم، همه اینا خیلی امیدوار کننده است، ولی سرکوب هم داشتیم. تو این سرکوب بخشی از این ترکوب واقعا بخش این بوده که حکومت از روش‌های مختلف از طبقه متوسط ایران یارکشی اقتصادی کرده، خودش همراهش کرده، مردم نپیوستن. یعنی به این جنبش دیماه به ویژه که اگه بگیم طبقه متوسط فقیر بودن با استفاده از نظریه های آصف بیات، مردم نپیوستن و بعد سرکوبش ممکن شده. ولی واقعا نمیخوام اینجا من مردم رو سرزنش کنم، این کار سرزنش مردم رو من نمیپسندم. به هر حال این یارکش های اقتصادی است، ولی چی میشه کرد؟ شاید انقلابی ترین کار در تا روزی که اون روزی برسه ما بتونیم کاری بکنیم که این ساختار تغییر بکنه، از سوی این طبقه متوسطی که با نظام سیاسی به هر حال هم پوشانی های منافع اقتصادی داره، اینه که به این موضوع فرض کن حقوق اقلیت توجه کنه، در حالی که ما یک حکومتی داریم که محافظت نمیکنه از اقلیت ها. یعنی میگید مسئولیت فردی افراد هست، همه افراد در جامعه به این موضوع هم مسئولیت فردی هم مسئولیت اجتماعی، و کم کم این مسئولیت ها در پیوستن به هم شبکه های گراسروت تشکیل میده، شبکه های مردمی تشکیل میده. اینه که مطالبه داشته، یعنی علارغم تمام سرکوب باز شما توصیه‌تون این هستش که مردم، افراد در جامعه ایران برن به سمت اینکه براشون مهم باشه که همسایه بهاییشون چه داره چجوری ترکوب میشه، براشون مهم اصلا باشه اصلا که مسئله حقوق همسایه در اخلاق یهودی یا اخلاق مسیحی خیلی مهمه. این دیگری سازی ها ضد سیستم ما استبدادی و ضد دموکراتیک، برای این دیگری سازی هایی که جمهوری است و انقلابی ترین کاری که شهروندان ایران میتونن بکنن اینه که به هر نحوی که میتونن در حد توانشون با این دیگر انواع مکانیزمایی که حکومت داره برای حس ترس و انزجار رو در مقابل شهروندان دیگه ایجاد میکنه و ده. اونها رو دیگری میکنه بیستن. و این کار چیزی نیست جز اصلاحات کوچولو کوچولو سنگر سنگر گرفتن. حالا ما خیلی وقت چون کمه، من میخوام این یکی دو دقیقه آخرم بدم آقای کرمانشاهی. با توجه به اینکه آقای کرمانشاهی ما بعضی، من واقعا به نظرم بعضی از مدنی ترین اعتراضات رو ظرف چند سال اخیر در کردستان داشتیم. من واقعا فراموش نمیکنم روزی که نان گذاشتن در تابوت جوانی که جوان کولبری که از کوه افتاده بود، روزی که سفره خالی پهن کردن، به نظر من واقعا مدنی ترین شکل اعتراض بود. آیا فکر میکنید امیدی هست به این چیزهایی که گفته شد، یعنی این فضای مردمی تغییر پیش بره و مدنیت در واقع جایگزین سیستم امنیتی بشه؟ امیدواری نسبت به خود مردم باشه، بله این امیدواری وجود داره. طی ماه گذشته ما دیدیم بیش از 100 نفر از فعالان کرد که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کردن بازداشت شدند. این سرکوب گسترده نشان دهنده فعالیتی است که این افراد در جامعه خودشون داشتن، از این جهت امیدوار کننده است. ولی اگر امیدواری رو بخوایم در سیستم سیاسی ایران و جمهوری اسلامی ببینین، من چنین امیدی ندارم و حتی اعتقاد دارم. خانم کامبری هم به یه اشاره کردن به نقش افراد و مسئولیت افراد در جامعه. من اینجا میخوام یک مخالفتی بکنم، یعنی سپردن یک مسئولیت بزرگی به شهروندانی که توانایی زیادی ندارن و محدود کردن این مسئولیت در رفتار با یکدیگر که باید به صورت مناسبش صورت بگیره، ولی از اینجا ما غافل بشیم از مسئولیت اساسی که دولت، قوانین، سیستم سرکوب و سیستم امنیتی داره در واقع. یعنی این توان مردم، این امید به تغییر، درسته که در رفتارهای شخصی افراد، گروه‌ها، اقلیت‌ها با یکدیگر باید خودش رو نشون بده، ولی در واقع اینجا باید نوک مستقیم تغییر حاکمیت و قوانینی باشه که در واقع شرایط رو برای تمامی این افراد بسیار سخت کرده. اگر نه توقع از مردم داشتن خب یک توقع میشه گفت زیبایی هستش، ولی تا چه اندازه برای مردم این امکان وجود داشته باشه که خودشون به واسطه رفتارشون با یکدیگر بتوانن شرایط دشوار رو برای اقلیت‌ها، برای تمام گروه‌هایی که در ایران هستن هموار بکنن، این یک مقداری به نظر من خوشبینانه هست. حدود یک دقیقه وقت داریم آقای نجفی، شما هم جمع‌بندی کنید اگه ممکن. من یک نقدی داشته باشم نسبت به اینکه اصولا من نگفتم تا مسیر آسانیه، گفتم مدنیت در ایران رو به پیشرفته، چون زبانهای جدید داره ایجاد میشه، بازنمایی تکثر در جامعه مدنی ایران بیش از پیش شده،
قدرت روایتگری جامعه مدنی ایران پیشرفت و در مقابل اشاره کردم ما یک نئومحافظه‌گری متکی بر اسلحه رو داریم در حال رشد. یعنی من میخوام بگم این چالش اتفاقا اساسیه، اما من با توجه به مؤلفه هایی که میبینم اللحاظ گفتمانی جامعه مدنی ایران چند قدم پیشرفت داشته، هرچند که اللحاظ اصلاحات ساختار سیاسی ما پیشرفت قابل توجهی بعد از جنبش دوم خرداد نداشتیم. ممنونم آقای نجفی، متاسفم که وقت ما اینجا تموم شد. با اینکه بحث بسیار شیرینی هست و من دلم میخواد ساعت‌ها اینو ادامه بدم، آقای نجفی، آقای میلانی، خانم کاموری، آقای کماشایی، متشکرم که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما که با این صفحه دوی آخر هفته همراه بودید. شب روزتون خوش.